ما 5 دقیقه معمولمون رو صبر کردیم. من پیشنهاد میکنم دیگه شروع کنیم یواش یواش، اگه شما آماده این. یا سمنجان حتما باشید. با سلام مجدد خدمت رفقا، امشب بحثمون درباره امپریالیزم و چپ ایرانه، مسئله امپریالیزم و چپ ایرانه. رفیقمون یاسمن این بحث رو ارائه خواهند داد. طبق معمولم بعد از بحث پرسش و پاسخ، بعد از معرفی بحث پرسش و پاسخ هم داریم. موقع مثلا میکروفون رفقا آزاده، اگه خواستن میتونن مثلا دست بالا کنن و صحبت کنن. من زیاد سر رفقا رو درد نمیارم. اگر یاسمن عزیز آماده است میتونیم شروع کنیم. حتما، خیلی ممنون فراد جان. من این صحبت رو، این تیتر رو در حقیقت در خیلی جلسه های انگلیسی مطرح کردم به زبان انگلیسی و این به نوعی فارسی همون صحبته، ولی یک کمی تأکید ها عوض شده به دلیل اینکه طبعا مخاطبم بیشتر چپ ایران. خیلی از رفقا در طی سالهای گذشته از من پرسیدن و از خیلی از ماها پرسیدن که چرا چپ اروپایی و چپ امریکایی وقتی مبارزات کارگری در ایران هست، سال گذشته وقتی مبارزات ژینا در جریان بود، درگیر نمیشن، از ما دفاع نمیکنن، در مقاطعی به نظر میاد ترجیح میدن از جمهوری اسلامی دفاع کنند غیره. پاسخ اول من اینه که این مسئله شاید اوایل قرن 21 درست بود، ولی الان این روند ضعیفتر شده. ضعیفتر به این معنا که چپ جهانی درسته که از مبارزات درون ایران دفاع فاحشی نمی کنه، ولی از جمهوری اسلامی هم دیگه دفاع نمی کنه. مخصوصا میگم بعد از وقایع سوریه یک اقلیتی شاید در چپ غربی هست که همچنان یا سکوت میکنه یا ترجیح میده حداقل از ما دفاع نمی کنه، هرچی باشه از مبارزات مردم دفاع نمی کنه. ولی ریشه این انحراف، ریشه انحرافی است که در چپ ایران هم وجود داره، به این معنا که تحلیل سطحی اینها اینه که دشمن دشمن من پس حتما دوست منه و چون جمهوری اسلامی دشمن امریکاست یا اسرائیل پس لابد میتونه متحد ما باشه. در این بحث چند اشکال اساسی وجود داره. اولیش اینه که جمهوری اسلامی هیچ وقت ادعا نکرده، حتی در سطحی ادعا نکرده که ضد امپریالیسته. اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه اینه که، و تا حدی میشه گفت تعریف درستیه، میگه ضد غربی، ضد امریکا، این غیره. یا تا قبل از وقایع اخیر در غزه ادعا داشت در محور مقاومت علیه اسرائیل، وقتی جنگ شروع شد دیدیم اونجا نیست، در همون جایی قرار داره که غیر محور مقاومت قرار داره، یعنی کنار جنرال سیسی مصر و کنار بن سلمان و کشورهایی که چندین ده هست هیچ غلطی در رابطه با فلسطین نکردن. در نتیجه اون ادعا هم زیر سواله. باید وقتی داریم چنین بحثی را ارائه میکنیم به چپ جهانی یادآور بشیم که جمهوری اسلامی در اوایل قرن 21 سعی خودش رو کرد تا اونجا که در توانش بود که خودش رو به ایالات متحده نزدیک کنه، از جنگ بر علیه افغانستان دفاع کرد. واضح بود، منطقی بود که این کار رو بکنه چون با طالبان درگیری داشت. قبل از اون در تابستان 2001 قبل از 11 سپتامبر صحبت از این بود که امکان داره جنگی پیش بیاد بین ایران و افغانستان طالبان اون موقع، و در این رقابت تا اونجایی که من از صحبت‌های و خاطرات ژنرال‌های امریکایی میفهمم، جمهوری اسلامی هرچی نقشه
از عراق، از افغانستان در اختیار داشت، در رابطه با اینکه القاعده کجاست، طالبان کجا نیرو جمع میکنه غیره، اینها رو در اختیار ایالات متحده داشت. در رابطه با عراق واضح بود بعد از جنگ ایران عراق با در نظر گرفتن دشمنیش با صدام به استقبال حمله امریکا به عراق رفت، مخصوصا اینکه امریکا در میشه گفت سیاستی عجیب باور نکردنی میخواست متحدان جمهوری اسلامی را در عراق به قدرت برسونه و این کار را کرد. ولی با همه این اگه بخواید خوش خدمتی های جمهوری اسلامی، این ایالات متحده بود که قبول نکرد ایران رو در صحنه دوستان منطقه خودش مطرح کنه و در نتیجه ادعایی از ضد امپریالیست بودن جمهوری اسلامی واقعا باقی نمیمونه بعد از این دو جنگ. حالا بگذاریم از این که اونایی که سن بیشتری دارن مثل من اون به خاطر دارند که ایران گیت چجور بود، خود قضیه به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی چی بود و خیلی مسائل دیگه. نکته دیگه که در رابطه با ادعای جمهوری اسلامی در رابطه با ضد امپریالیسم مهمه، مسئله وابستگی به صندوق بین المللی پول، وابستگی به بانک جهانی است که بعد از در پایان جنگ ایران را و از دهه 90 به بعد نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایران داشته، علاوه بر این که سران جمهوری اسلامی در همه جناهاش از پیش قراولان استقبال از اقتصاد نئولیبرال هستند و بازار آزاد طبعا در ایدئولوژی مذهبیشون بوده، حالا در سطح دانشگاه ها، در سطح مراکز تحقیقی، در سطح گسترده تری در پی این هستند که اگه بخواید بهش وجهه علمی هم بدن. ولی واضح بود که این جمهوری اسلامی در اون چارچوب قرار داره و جای دیگه نمیتونه باشه. در نتیجه به نظر من به جایی که ما به عنوان چپ ایران سعی کنیم در بحث با چپ جهانی اصلا مسئله امپریالیسم رو مطرح نکنیم، واضح اولین کاری که باید بکنیم اینه که افشا کنیم این مسئله رو که جمهوری اسلامی ضد امپریالیست نیست، میشه گفت ضد غرب، میشه گفت مخصوصا در رابطه با مسائل اگه بخواید فرهنگی، در مسائل اجتماعی جنبه هایی از سیاست هاش ضد غربه که در همون اون هم شک هست، چون وقتی به برخورد آقازاده ها غیره نگاه میکنید میبینید همون اون هم مسئله یه که گردنگیر شده و مجبور اونجور بمونید، ولی در هر صورت گیریم که این هم بخشی از سیاستش. مشکل دیگه که چپ ایران داره وقتی میخواد مسئله سرکوب در ایران رو در سطح جهانی مطرح کنه و متحدان ضد امپریالیست رو جلب بکنه، جدا از این مسئله که با حکومت داره و نمیتونه بحثش رو درست ارائه بکنه، اینه که بسیار درون نگر این چپ، به این معنا که مثلا در سالگرد زندانیان سیاسی، قتل عام زندانیان در دهه 60، کشتارهای دیگه چپ جلسه به فارسی میذاره، اطلاعیه به فارسی میده، اگر ترجمه‌ای به زبان کشور محلی وجود داشته باشه و اگر این ترجمه درست حداقل از نظر انشایی املایی درست نوشته شده باشه، حتما و حتما زبانی داره که برای اون کشور صاحب خانه غیر قابل درکه، به این معنا که جمله هایی که در زبان انگلیسی بهش میگن فلاوری، یعنی خیلی بیانی گل و بلبلی داره، رو عیناً ترجمه کردن به زبان انگلیسی مثلا که زبانی روی هم رفته، خیلی خشک‌تر، خیلی
کمتر شاعرانه یا گل و بلبلی و در نتیجه اطلاعیه که مثلا در رابطه با سالگرد کشدار زندانیان سیاسی میدن قابل خوندن نیست، قابل درک نیست برای نیروی خارجی. خیلی از چپهای بین المللی میپرسن این راجب چیه، این چرا اینجوری نوشته شده غیره، و در نتیجه این هم مشکلیه. و این خود مرکز بینی ایران که گویی ایران تنها کشورش که درش زندانیان سیاسی هستند و تنها کشوریست در منطقه که به زنان ستم میشه یا تنها کشوریست که زندانی سیاسی داره، ولی همه اینها مشکل های جزئی تریه در مقایسه با جنبش. مشکل اصلی چپ ایران و اونم اینه که مثل چپ جهانی که در مقاطعی گفتم قبل دهه های اوایل به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، نه حالا، ولی مثل اون چپ جهانی فکر میکنه که دشمن دشمنش یعنی دشمن جمهوری اسلامی الزاماً متحدشه، پارلمان اروپا، سناتورهای امریکایی، یک بخش گسترده ای از سازمان های حقوق بشر که یکی از دیگری مشکوکتر هستند، متحدان چپ رادیکال نیستند. هرچی هستند نمیتونند متحدان رادیکالیست یا متحدان چپ باشند، ولی برای چپ ایران مهم نیست، چون خودش رو جدا کرده از نیروهای انقلابی در سطح ایالات متحده بریتانیا و اروپا. متحدانی در این جریان های حقوق بشری، سازمان های عجیب الحال پیدا و میشه گفت نوعی ورشکستگی سیاسیه. حالا برخی از این گروه ها همونطور که فکر میکنم من و تراب چندین بار در دو دهه اخیر مطرح کردیم، کسای دیگه همراه ما این رو مطرح کردند، بخشی از این چپ واقعا برشکسته است از نظر سیاسی، به این معنی که آگاهانه یا ناآگاهانه تبدیل شدند به دستمزد بگیران از حکومت‌های غربی و سازمان‌های وابسته به اونها. بعضی از اونها ممکنه در ظاهر نامشون باشه سازمان حقوق بشر، ولی در حقیقت اگر یک کمی سطح قضیه رو بذارید کنار میبینید که عملا کسایی هستند که وابستگی دارند یا به ایالات متحده یا به اسرائیل یا به عربستان سعودی، در هر صورت بعضشون مشکوک که بهتریناش وابستن به احزاب راست ارتجایی اروپا. در هلند نمونه هایش هست، در بریتانیا نمونه هایش هست، امریکا که پره، کم، واقعا کم نیست. و قبل از انقلاب ژینا، قبل از سال گذشته، ما این پروسه رو در رابطه با وقایع مثل ایران تریبونال دیدیم. وقتی که جریان های میان مطرح میکنند که اشکالی نداره که برای طرح به اصطلاح مسائلی مثل کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 اشکالی نداره آدم با جریان های همکاری کنه که اون جریان ها کل یا حداقل درصد خیلی بالایی از درآمد مالیشون از جریان های مشکوکی میاد، مثل National Endowment for Democracy در ایالات متحده. National Endowment for Democracy خیلی علنی میگه که کی تأسیسش کرده، کدوم صهیونیست پشتش بوده، کدوم بخش از حزب جمهوری ها پول به حسابش میرسه. چون لابد بخواد، من آشنایی زیادی به وضع امریکا ندارم، ولی حدسم اینه که به خاطر مشکلات مالیات، ترانسپرنسی غیره، مجبور اینا رو بگه، ولی کسی توجهی نداره. و وقتی هم به چالش میگیری که خب شما خودتون رو درگیر یه چنین مسائلی کردید، میگن که نه اینا مستقلن. ببینید مثلا ایران انترناسیونال یا من و تو یا صدای امریکا اینها رو به عنوان جریان مستقل معرفی میکنه، که خب
واقعا این لیستی که من گفتم خودش نشون میده که کی داره کی رو مستقل نشون. وقتی هم بیشتر میری پاسخشون اینه که خب لنین، من شنیدم یه نابغه ای پیدا شده اسمشو نمیدونم، چون آبروی خودش انقدر ریخته که لازم نیست آدم حرف اسمشو بیاره، ولی گفته که لنین قطار گرفت وقتی که جنگ جهانی اول بود، آلمان قطار رو تولید کرد بره. اولا رفتن در یک قطار یا استفاده از یک امکان یک بار فرق داره با اینکه شما کل امکانات مالیتون رو و حرکتتون رو، حرکت سیاسیتون رو وابسته بکنید به اینی که جریان های مشکوک راست افراطی در اروپا یا نیوکنسرواتیو ها در ایالات متحده منبع مالی شما باشند. در همون دوره در جنگ اول، جنگ جهانی اول، شخصی به نام پاروس وجود داشت، نمیدونم دوستان آشنایی دارن بهش یا نه، ولی پاروس خیلی نزدیک بود به لنین، تئوریسین بود، آدم بسیار باسوادی بود و در همین روابط اینی که باید از تضاد جنگ استفاده کرد، به اول آلمان بود بعد رفت به امپراتوری عثمانی و در اونجا، از اونجا که تحلیل خودش این بود که در برابر خطر عمده که امپریالیسم انگلیسه باید با امپریالیسم آلمان و متحدش امپراتوری عثمانی متحد شد، رفت به قبول کردن کمک مالی از آلمان و لنین مطالب گستردهی بر علیهش نوشت و اصلا بعدی که کل روابطش رو با این آدم قطع کرد. در نتیجه وقتی هم این بهانه قطار رو میارید، اقلا یکی دوتا کتاب بخونید، چرت و پرت کمتر بگید، ببینید واقعا آیا این توجیه درسته که چون یک کسی یه قطار گرفت و اونم به خاطر شرایط خیلی خاصی در یه مقطع انقلابی از یه جا به یه جای دیگه رفت، همون آدم کمک مالی و پذیرش کمک مالی از دشمن دشمن رو ترد کرد و کسانی که رفتن پیش این سیاستی رو از دوروبر خودش برای همیشه به دورن. متاسفانه این روند فقط تنها مشکل چپ ما نیست. مشکل دیگرش اون چیزیست که در انگلیسی بهش میگن تیلیزم. من فارسیشو بگم دنبال روی، شاید دنبال روی از موجه. و این موج رو کی در سطح رسانه های جمعی، در سطح رسانه های ایجاد میکنه؟ تلویزیون های راست در امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، اسرائیل. و وقتی این موج شکل میگیره که موج راستیه و در شرایط ضعف چپ قابل پیش بینیه که چنین موجی شکل میگیره، چپ ما نمیخواد خلاف موج حرکت کنه، در حالی که خب واقعیتش اینه که شما اگر جنبش انقلابی هستید، اولین کارتون اینه که بر علیه این موج حرکت بکنید. اگه با این موج میخواید راه بیفتید که خب انقلاب نمیتونید بکنید. و اینجا ما میبینیم که حتی مثلا من مثال های انقلاب ژینا رو میارم، وقتی که مثل همه ماها حالت تهوع بهشون دست میده که سلطنت طلبا دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن، علیه سلطنت مینویسن، علیه شاه مینویسن، خاطرات زندان خودشون رو در زندانهای محمد رضا شاه مینویسن، ولی حتی در این مقطع حاضر نیستند واژه امپریالیسم رو به کار ببرند، حاضر نیستند در رابطه با نقش غرب یا نقش بریتانیا در به قدرت رسوندن رضا شاه، در بیرون کردنش به عنوان یک کسی که از حکومت نازی دفاع میکرد، نقش ایالات متحده و بریتانیا در کودتای 1333 رو درست مطرح کنند، 1332 رو مطرح کنند. و
خیلی جالبه. مثلا امسال حتی در 70 سالگرد این کودتا، خیلی اگه بخواید مسکوت گذروندن قضیه رو. نگرانیشون چیه؟ نگرانیشون اینه که مبادا کسی بگه شما اگر از واژه امپریالیسم استفاده میکنید یا اگر از استثمار صحبت میکنید، پس لابد یه مشکلی دارید و از جمهوری اسلامی دفاع میکنید، که بس اول من که جمهوری اسلامی ضد امپریالیست نیست دیگه، تکرارش نمیکنم. ولی واقعیتش اینه که این ترس اونچنان غلبه کرده و بخش متاسفانه گسترده ای از چپ تبعیدی که کمتر میبینیم در رابطه با امپریالیسم چیزی بگن، مطلبی بنویسن. هرچی زمان میگذره ما با وضع بدتری در این رابطه روبرو هستیم. نکته دیگه که برای این چپ مشکل آفرینه اینه که توهم داره، به نظر من، اگرچه در تبعید فکر میکنم زندگی راحتی نداره، اگرچه در تبعید با مشکلات بیشماری روبروست از نظر آزادی، حالا قبل از این قضایای جنگ غزه و اسرائیل، ولی از این چند دهه، ولی با این همه توهم داره به دموکراسی غربی و بعد از سالها که اینجا مونده عملا به نوعی میشه گفت مرکز سنتر لفت شده، چپ وسط شده، چپ سوسیال دموکرات شده، بدون اینکه حاضر باشه قبول کنه که چپ سوسیال دموکرات شده، که خود اینم مشکلی است. چون اگه از آن داشت خب راحت تر بود، آدم با خیال راحت میگفت بعضتون اینه، مشکلتون اینه. و اینا متوجه نمیشن که در میان چپ اروپایی، اینهایی که میگن خب چرا چپ از ما دفاع نمیکنه، چرا چپ در رابطه با انقلاب ژینا درگیر نمیشه غیره، متوجه نیستن که بعد از جنگ عراق، بعد از جنگ افغانستان، در شرایطی که بالاخره هر کسی که یک ذره آگاهی سیاسی داره میدونه که ده ها هزار در رابطه با جنگ عراق میگن نیم میلیون نفر، در نتیجه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم این جنگ، جان خودشون را از دست دادن، بعد از این همه گزارشی که از زندانهایی مثل ابوغریب، گوانتانامو و جاهای دیگه نشر شده، در سطح رسانه ها از غیره، الان کسی اگه بخواید دولت های سوسیال دموکرات همه مدافع این سیاست های غرب هستند، دولت های لیبرال دموکرات همه مسکوتند در این رابطه، و تنها چپه که نگران این نوع مسائله. و در مقایسه با فجایعی که این چپ در منطقه ما میبینه، آره کشتار در ایران وحشتناکه، البته که دستگیری ها غیر قانونی غیره، ولی این نرم شده در منطقه. در عراق همینطوره، در عراقی که ایالات متحده آزاد کرده، در سوریه که جنگ بوده ولی ایالات متحده کنار کشیده یا به هر دلیلی دنبال نکرده، نرمه. در افغانستان دولتی که بنها بود دشمن اصلی باشه برگشته به قدرت. در نتیجه اوضاع عوض شده. این دوره دهه 70 نیست که یه دانشجو رو شما بتونید جمع کنید بگید آقا حقوق بشر در ایران داره زیر سوال میره، در خطر، جان زندانی سیاسی در خطره. هم چپش یه جای دیگه است و هم اگه بخواید حقوق بشری هاش جای دیگه ای هستند. حقوق بشری هاش کاملا سیاسی هستند، یا مدافع امپریالیسم هستند و عقیده دارند خطر اصلی فقط و فقط نه اسلام سیاسی و فلسطینی ها هستند، و یا اگه بخواید خودش رو چپ میگونه و در نتیجه نگرانی، با اینکه خیلی هاشون
موضع قاطعی در رابطه با اسلام سیاسی دارند، ولی نگران هستند از اینی که تنها اگه بخواید تک مطرح کردن جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که کشتار زیاد داره غیره کافی نیست و میخوان جمعی تر به این مسئله مطرح کنند. این زیاد دیده میشه. یه نمونه از این توهم به اگه بخواید حقوق بشر غربی رو میشه در برخورد جریان های چپ به جایزه کمیته نوبل به نرگس محمدی دید. من کاری به این که ایشان البته فرق داره با سلطنت طلبا میدونم غیره، ولی مثلا من یه اعلامیه خوندم فکر کنم از حزب کمونیست و راه کارگر مشترک که در رابطهش به استقبال این رفته بود که این جایزه نشون دهنده است از توجه World Public Opinion، دیدگاه جهانی، دیدگاه جهانی. ما چیزی در قرن 21، این البته مال قبل از قضای غزه است ولی دیگه این روزها فکر کنم فاحش‌تر شده و علنی‌تر شده، ما چیزی به عنوان دیدگاه جهانی که بشه برش اتکایی کرد نداریم. ما در جهانی زندگی میکنیم که طبقات اونچنان در تخاصم با هم قرار دارن در همه کشورها، جنگ و جنگ طلبی اونچنان موقعیتی در سطح جهان وجود به وجود آورده که نمیشه از یک نظر عمومی جهانی World Public Opinion صحبت کرد. یه عده کاملا مدافع کشورهای غربن، از ایالات متحده دفاع میکنن، یه عده مدافع اتوریتریسم روسیه و چین هستن که اونم وحشتناکه و باید افشا بشه و قابل دفاع نیست، ولی این وسط یک اگه بخواید بشر دوستان انقلابی که حالا غیر انقلابی متوسط لیبرالی که این وسط قرار داشته باشن خیلی کمه. اون چپ مستقلی که الان داره از مبارزات فلسطین دفاع میکنه اون چپی است که شما باید مخاطب قرار بدید و با این کارهایی که انجام دادید، با پذیرش و کمک مالی از National Endowment for Democracy، از احزاب راست در اروپا و نامه نوشتن به پارلمان اروپا، با تشویق کمیته نوبل، شما اون از دست دادید، مدت هاست اون از دست دادید، موندید بین این دو قطبی که گفتم، قطب مدافع غرب و قطب مدافع چین که هر دوشون ارتجایی هم و باید با هر دوشون مبارزه کنید. در نتیجه نیایید برای خودتون داستانی بسازید که ما میتونیم وارد یک معادله بشیم که در اون از یک طرف ایران رو میخواییم فقط افشا کنیم، کاری به امپریالیسم نداریم، جنگ های امپریالیسم در منطقه رو کاری نداریم. این روزها راجع به اسرائیل گاهی یه چیزی میگیم ولی نقش امپریالیسم در و یا استثمار و کلونیالیسم در شکل گیری اسرائیل رو میخواییم محدود مطرح کنیم و در این حال انتظار داریم چپ جهانی هم از ما دفاع کنه. در کنار این ما یه سری بحث های پراکنده دیگه داریم که اون بحث هم اگه بخواید مال سوپر مدرن های چپه، این چپ قبلی که گفتم عمدتا چپ تبعیدیه که شاید ناامید از این که به جایی برسه، شاید راست شده به خاطر موقعیتش در تبعید یا هر چیز دیگه، ولی اصلا اون یه چپه. بعد یه چپ دیگه داریم که فکر میکنه سوپر مدرنه، مطرح میکنه که دیگه ما از با دوره امپریالی فاصله داریم. حالا من وارد
تعاریف لنین از امپریالیسم میشم و نقد های چپ از تعریف لنین از امپریالیسم. ولی اینها صحبتشونه که ما در دنیای چند قطبی زندگی میکنیم. افکام این حرف شاید اواخر قرن 20 مطرح بود، اوایل قرن 21 مطرح بود، ولی الان کسی جدی راجع به این، من نشیدم، حداقل در سطح آکادمیک، در سطح چپ من نشیدم کسی همچه حرفی بزنه جز برخی از دوستان ایرانی ما. بعضیشون میگن نه کشورهای بریکس هم یه قطب هستن، بعضی رو میگن روسیه یه قطبه. من با یه نابغه ای مناظره کردم که عقیده داشت که اورینتالیزم، اگر ما فقط اتحاد ایالات متحده و کشورهای اروپایی رو امپریالیسم بدونیم و مثلا چین رو امپریالیسم ندونم، من مثلا این نیست که چین رو امپریالیسم ندونم، ولی تعریف اگه بخواید کلاسیک امپریالیسم به ایالات متحده بیشتر میخوره در حال حاضر. چین حرکتش در سطح جهانی حتما امپریالیستی هست از دید من، ولی حتی اگر چین رو ما در این قرار بدیم، ما از چند قطبی بودن دنیا صحبت نمی کنیم، از رقابت دو قدرت بزرگ سرمایه‌داری ایالات متحده و چین برای رسیدن به موقعیت هژمونی یا اگه بخواید غلبه در این نظام روبرو هستیم، که این چیزی نیست که لنین منکرش باشه یا نگفته باشه یا تعریف فراوانی در رابطهش در کتاب امپریالیسم مرحله نهایی سرمایه‌داری نگفته باشه راجعش. ولی این کسایی که چند قطبی رو مطرح میکنند یا اورینتالیسم امثال من رو به نقد میگیرن، واقعیتش اینه که میخوان توجیه کنن کمک مالی گرفتن از غرب، توجیه کنن پذیرش حرفایی که زدن و میزنن، مثلا کمک مالی گرفتن جریان های کرد از ایالات متحده یا اسرائیل مسئله نیست، باید ازش گذشت، شما عقب افتاده ها هستید که نمیفهمید. در دنیای چند قطبی در حال حاضر هیچ اشکالی نداره که آدم از اسرائیل یا از ایالات متحده کمک بگیره. خواهیم دید بعد از این جنگ غزه اون جریان هایی که از اسرائیل کمک مالی پذیرفتن، اون جریان هایی که در ادعای دروغین دفاع از خلق کرد خودشون رو وابسته کردن به ایالات متحده یا اسرائیل، در منطقه در کجا قرار دارن. من شاهد یه سخنرانی قبل از مرگ رابرت فیسک بودم، در اون سخنرانی مطرح کرد که کتابی داره رابرت فیسک به نام پیتی دی نیشن که در رابطه با لبنانه، و در اون سخنرانی گفت نه من الان، اواخر عمرش بود قبل از مرگش بود، گفت من الان پیتی دی نیشن هم کورت هاست به خاطر این فسادی که در رهبریشون پیش اومده و این فسادی که اونها رو در منطقه ایزوله کرده به عنوان تنها جریان هایی که تا این حد خودشون رو وابسته کرد. قبل از اینکه وارد نقد های جدید تری از تئوری لنین از امپریالیسم بشیم، من سعی میکنم برخی از نکات عمده رو، چون وگرنه ده ها ساعت طول میکشه، خیلی کوتاه برخی از نکات عمده لنین در رابطه با امپریالیسم رو یادآوری کنم. حتما رفقا بهتر از من میدونند، ولی میخوام یادآوری کنم که فقط ما عقب افتاده های دهه 70 نیستیم که همچنان فکر میکنیم مسئله امپریالیسم یکی از مسائل عمده در دنیای ماست و مخفی کردن اون، صحبت نکردن راجع به اون، کوتاه آمدن در رابطه با اون نشانه ترقی نیست، نشانه هوش و نبوغ سیاسی نیست، برعکس نشانه اینه که پایه های اصلی موقعیت کنونی جهان رو نفهمیدیم و در کنار اون در موقعیتی هستیم که
میخوایم یا توجیه کنیم چرا از پارلمان اروپا گدایی میکنیم آزادی مردم ایران رو، یا به جایزه نوبل و کمیته نوبل چشم. در تعریف لنین امپریالیسم مرحله خاصی از رشد سرمایه داری. من بعد نقلی از این رو از طرف کسایی که نقل میکنن مسئله رو مطرح میکنم، ولی من همچنان فکر میکنم اون چه که اون میگه باقیه، به این معنا که تعریفی داره از غلبه شرکت های مونوپولی، پیدایش با اگه بخواید قاطی شدن بانک و سرمایه صنعتی و حل شدنشون در سرمایه مالی و مسئله صادر کردن سرمایه، نه فقط صادر کردن کالا به کشورهای دیگه، به کشورهای خارج. در تعریف تبدیل رقابت آزاد به مونوپولی فکر میکنم لنین کار دقیقی کرده. من دلیلی نمیبینم که این تمرکز تولید و سرمایه رو که زمین ساز شکلگیری مونوپولی ها شده و نقش تعیین کننده این در اقتصاد کنونی داره رو بشه منکرش شد. ما چند وقت پیش توی نشریه کریتیک داشتیم صحبت میکردیم راجع به سازندگان یا شرکت های عمده خودروسازی. تا اونجا که من میدونم با اینکه اسم ها و مارک ها زیاده ها، ولی روی هم رفته همه اینا رو جمع بکنید 9 شرکت عمده خودروسازی در سطح جهان وجود داره. میگم مثلا پژو رو نگاه کنید 10 نوع خودرو با نام های مختلف داره، ولی همه اینا رو جمع بکنید گویا به بیش از 9 تا نمیرسید. فکر میکنم الان کمتره، این بس مال 1.5 سال پیش بود. ما 4 یا 5 شرکت عمده اینترنتی داریم که میشه گفت نه فقط این بخش از مونوپولی های این بخش از سرمایه جهانی هستند، بلکه در حقیقت با سودهای کلانی که دارند در حال حاضر نیروهای عمده سرمایه جهانی هستند. اون چیزی که سرمایه داری در قرن 18 مطرح میکرد، شاید اول قرن 19 مطرح میکرد، بازار آزاد، رقابت آزاد غیره، در حال حاضر بیشتر برای گمراه کردن بخش کوچک و متوسط سرمایه مورد استفاده قرار میگیره و هست. یه چنین رقابت هایی هست، عمدتاً به این نتیجه میرسه که در مخصوصاً اوضاع بحرانی اقتصاد که از دهه 70 به بعد مکرر و مکرر با بحران های اقتصادی روبرو شده، روز به روز اگه بخواید خرید این نوع سرمایه های حداقل متوسط توسط شرکت های بزرگ روند کار بوده. در نتیجه تئوری مونوپولی شدن سرمایه داری لنین اون چنان دور از واقعیت نیست، دلیلی نیست که ما زیر سوالش ببریم. در کتابش لنین همچنین از رشد بی حد سرمایه مالی صحبت میکنه، در جایی که سرمایه صنعتی و سرمایه بانک ها در هم ادغام میشه و شکل دهنده اولیگارشی های بزرگ مالی. این تمرکز سرمایه و قدرت تأثیرش رو بر سیاست و اقتصاد میذاره و دوباره این راحت میشه الان شاهدش بود. مثلا شما در بریتانیا نگاه کنید، ما نخست وزیری داریم که یکی از بزرگترین سرمایه داران کشوره. در ایالات متحده آقای ترامپ
مطمئنا یکی از بزرگترین سرمایه داران بود و در این حال رو بگذاریم از اینکه کلی از سرمایهش با تقلب و دزدی بود، ولی در هر صورت سرمایه مالی بی حدی دار، سرمایه بی حدی داشت، ولی در سیاست هم نقش تعیین کننده. کنفرانس امسال نشریه هیستوریکال ماتریالیسم چند سخنرانی داشت در رابطه با نقش سرمایه مالی در ایالات متحده و در کشورهای اروپایی و در رابطه با این تضاد بین، اگه بخواید، بخش ابسترکت سرمایه پول و شکل ثابت اون که در اجتماعی شدن سرمایه و نیروی کار نقش تعیین کننده داشته و این ترکیب سرمایه رو در حقیقت دچار بحران کرده. در نتیجه میگم این بخش سرمایه مالی و قدرت سرمایه مالی نفیش فعلا از دید من ثابت نشده. حالا شاید یکی بیاد بتونه من رو قانع کنه که من اشتباه. مسئله صدور سرمایه که البته اون موقعی که صحبت می شد شاید اوائلش بودیم، ولی صحبت لنین این بود که این صدور سرمایه به بازارهای خارجی برای به دست آوردن سود بیشتر یکی از مشخصه های نظام امپریالیستی و این هم من فکر میکنم همچنان باقی. در رابطه با رقابت اون قدرت ها و رقابت برای توسعه نفوذ و کنترل هرچه بیشتر منابع بازارها، اون چه که پیش بینی میکرد در حقیقت الان هم به نوعی شاهدش این، خب طبیعی است در قرن 21 در نوع دیگه از نظام اقتصادی سرمایه تفاوتهایی در اون میبینیم، ولی شما نگاه کنید به رقابت چین و ایالات متحده. میره چین به کشورهای افریقایی میگه صندوق بین المللی پول به شما بهره ای که وام میده، ولی بهره ای که میخواد اینقدر، من بهرم 10% کمتره، 5% کمتره. خب طبیعی است این رقابت دیگه و این رقابتی است برای به دست آوردن نفوذ بیشتر، کنترل بیشتر هم بر منابع و هم بر بازارها. و البته در نوشته خودش لنین توجه خاصی داره به نقش استثمار و گذشته تاریخ استثمار که اگه بخواید این روزا حداقل در دانشگاه ها غیر رشته محبوب اکثر دانشجوهاست. شما میبینید دانشجوهایی که دارن هر کدوم از این رشته های اقتصاد سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی غیره کار میکنند، حداقل اونجایی که من هستم تمام فکر و ذکرشون اینه که این شرکت، این محل، این کشور، این منطقه در تاریخ استثماری در کجا قرار داشته، انگلیس در رابطه چه کار کرده، هلند در رابطه چه کار کرده، هلند دوره استثماری، پرتغال استثماری در رابطه چه کار کرده، فرانسه یا اسپاین در این رابطه در کجا قرار داشتن. در نتیجه این تاریخ استثمار جز برای سلطنت طلب های ما و چپ های نوع ما که شدن مدرن و دیگه فکر میکنن از استثمار نباید صحبت کرد، مسئله حاد متولدان قرن 21، جوانانی که امسال سال اول و دوم دانشگاه هستند. و طبعا کل این کتاب امپریالیسم بالاترین مرحله به قدرت رسیدن، بالاترین مرحله در نظام سرمایه امپریالیسم،
که به رقابت و به خطر جنگ های جهانی در رقابت ابر قدرتمندان نظام امپریالیستی اشاره میکنه، بیشک جنبه هایش رو میشه الان دید. با پذیرش این مسئله که در ضعف چپ اون چیزی که لنین پیش بینی میکنه و اگه بخواید سقوط کامل و غیر قابل اجتناب سرمایه داری سختتر شده فکر کردن در رابطهش، نه که غیر ممکن شده. منتقدان لنین از چپ، نه منتقدان راست رو من واقعا کاری باشون ندارم، منتقدان لنین از چپ بحث های دیگه مطرح می کنند که من شاید به خاطر کمبود وقت خیلی به اونها نپردازم، توی بخش سوال پاسخ و پرسش میتونیم صحبت کنیم. ولی یکی از نتایج کتاب، نتایج منفی کتاب رو باید در دیدگاه های استالینیسم از مسئله امپریالیسم نگاه کرد بهش، و اونم تئوری سازی استالین مشخصا در دهه 30 قرن 20 برای ایجاد جبهه های متحد مورد نظر کمیتر، کنگره کمیتر، اگه اشتباه نکنم کنگره هفت کمیتر، این دیدگاه رو تئوریزه کرد و بعد این شد اون چیزی که بهش میگفتند شکلگیری جبهه های خلقی یا شکلگیری جبهه های واحد که کشورهای اروپایی شدیدن رفتن پیش. من یه مقاله میخوندم، یه کسی برای کریتیک فرستاده در رابطه با مثلا چپ بریتانیا و صحبت های امثال اریک هابسبوم که شدیداً دفاع می کردند از این جبهه های واحد و اون رو دوره طلایی مبارزات چپ بریتانیا می دونستند، در حالی که خب اشتباهات این مسئله کاملا واضحه. یک جنبه از این دید کامینتر که جنبه های از اون رو قبلا هم می شدید و اتفاقا فکر میکنم تورا مفصل در این رابطه نوشته، ولی اگه بخواید این تئوریزه شدن و دیگه 100% پیاده شدنش، شکلگیری جبهه های واحد علیه فاشیزم بود و بعداً این خودش رو در جنبه هایی از شکلگیری جبهه های واحد علیه امپریالیزم نشون داد. مشکل اصلی اینها در این بود که در حقیقت منکر مبارزه طبقاتی، منکر تضاد بین طبقه کارگر و سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه می شد و عواقب وحشتناکی داشت. حالا دهه 30 مشاهده زمینه های اشتباه در اسپانی هستیم، در فرانسه هستیم، ولی بعدها که این گسترش پیدا میکنه در دوره استالین و در دوره رهبران دیگه اتحاد جماهیر شوروی، توصیه اینها خیلی واضح بود. متحد میشید با برده بورژوازی و گاهی بورژوازی ملی بر علیه امپریالیسم، که در همزمان بود گسترش این دیدگاه جبهه واحد با مقطعی که واقعا اولا خورده بورژوازی به معنای واقعیش داشت شکافی درش پیش می آمد، سرمایه مالی شدیداً زیر حمله بود و اصولا چیزی ازش باقی نمانده بود، یا اگه باقی مانده بود جهتگیری خاص سرمایه داریش واضح بود، چشمش به پیوستن به سرمایه بزرگ بود. اینها بحث هایی است که در قبل از سال 57 در ایران خیلی شایع زیاد بود و به فجایع مثل جبهه واحد ضد دیکتاتوری حزب توده انجامید، به شکل گیری همکاری با
حکومت های ارتجایی در سطح منطقه شکل گرفت و جالب اینه که در همه این موارد یک نمونه از این موارد نیست که شما بتونید نام ببرید که درش چپ پیروز بوده. اکثر اینها، همه اینها تا اونجایی که من به خاطر دارم، چپ بوده که بلافاصله سرکوب شده، چپ بوده که حتی مدافعان استالین و مدافعان شوروی. ولی در اون منطق اتحاد جماهیر شوروی، در منطق استالین و شاید بشه گفت در مقاطعی قبل سالها دهها قبل از اون در منطق لنین، این بحث که حمایت یا حیات طولانی، حیات، ادامه حیات تنها اولین کشور سوسیالیست مهمتر از هر چیز دیگری است، غالب بوده در این بینش. و این بینش، بینش خطرناکی بوده. حالا اگر بشه توجیهش کرد وقتی که زمینه های ساختار سوسیالیسم در دوره لنین وجود داشته، ولی دیگه وقتی به دوره استالین و غیره می رسیم واقعا چیزی از اون باقی نمونده. منتقدان دید لنین در این رابطه مطرح می کنند که تقسیم دنیا به این دو بخش، یعنی فقط امپریالیسم و از یه طرف امپریالیسم سرمایه مالی مونوپولی ها و در کنار اون فقط و فقط بقیه جهان، اشتباه. باید به نقش متفاوت دولت ها اهمیت داد، به این معنا که هستند کشورهایی که امپریالیست نیستند، ولی اگه بخواید در حد کشورهای دیگه تحت سلطه نیستند. و فکر میکنم الان ما در چنین دنیایی میتونیم بگیم زندگی میکنیم. و دقیقا به این خاطره که از اتحاد طبقاتی بر علیه امپریالیسم یا اتحادهای فوق طبقاتی، منظورم اتحاد طبقه کارگر با بخشهای دیگه برای مبارزه با امپریالیسم، نقد شدیدی دارد. این مسئله محدود به کشورهای جهان سوم، به کشورهای در حال توسعه غیره نیست. و متاسفانه ما جنبه های گسترده ای از اون رو در جریان های تروتسکیسم میبینیم، چه در رابطه با ایران که شاهدش بودیم، ولی الان در قرن 21 ما شاهدیم که مثلا در کشوری مثل بریتانیا نگاه بکنید، بعد از جنگ عراق برای حزب سوشالیست ورکرز پارتی، حزب کارگران سوسیالیست در بریتانیا، این توهم بود که جنبش ضد جنگ رو که الزاماً جنبشی فراطبقاتی جبهه‌ای بدون اگه بخواید خواستهای مشخص پرولتری غیره، میشه تبدیلش کرد به حزبی که در دراز مدت اون حزب میتونه بشه حزب طبقه کارگر. شکلگیری جریان های مثل ریسپکت در انگلیس که اتحادی بود از حزب کارگران سوسیالیست و جریان های گسترده جنبش ضد جنگ در بریتانیا، یه نمونه بود که البته واضح بود با شکست روبرو میشه، چون یه بخشش آدم های مثل جورج گالوی بودن یا مسلمانان وابسته به مسجد بودن که اصلا جای دیگه میخواستن برن. ولی درک پشت این نوع حرکت چیزی نبود جز جبهه واحد ضد بریتانیا یا ضد جنگ یا ضد امپریالیسم. در اسکاتلند ما نمونه دیگه داشتیم و داریم، ملیتنت که یه سوسیالیسم الان به حزب، اگه اشتباه نکنم باعث به حزب سوسیالیست بریتانیا کار میکنه، عملاً دشمن اصلی رو ناسیونالیسم انگلیسی و بریتانیا اعلام کرد و با ناسیونالیست های اسکاتلندی وارد اتحاد شد و اون اتحاد فجایع خاص خودش رو داشت، چون خیلی از ناسیونالیست های اسکاتلندی ممکنه با دولت مثلا محافظه‌کار در بریتانیا یا دولت ایالات متحده یا حتی امپریالیسم
در سطح جهانی مشکل داشته باشند، ولی وقتی به مسائل اقتصادی، به مسائل روز برمیگرده، موضع بسیار ارتجایی دارن. خیلی هاشون رو میشه گفت سرمایه داران ملیگرای ضد بریتانیا هستند که در مقاطعی، البته در رابطه با مثلا جنگ عراق، موضع ضد امپریالیستی میگیرند. خلاصه کنم چون خیلی طولانی شد، میشه گفت که ما با انحراف های عمده و درک های غلطی، نتیجه گیری های غلطی از کتاب امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه‌داری لنین روبرو هستیم. تاریخ قرن 20 متاسفانه پر از شکست های جریان های چپ، خیلیشون وابسته به شوروی، برخی نه وابستگی هم نداشتن به شوروی، در این غرق شدن در جبهه های واحد، جبهه های متحد علیه امپریالیسم یا جبهه های متحد علیه فاشیسم یا دیکتاتوری، و ولی این ها و در ایران ما نمونه زیاد وحشتناکی از این رو داشتیم، در کسانی که از جمهوری اسلامی دفاع کردند بر علیه چپ و رفقا و نزدیکان خودشون رو لو دادند به خاطر اینکه این رو حداقل در بیان قبول داشتند. حالا من نمیدونم واقعا در ته دل قبول داشتند یا نه. اما مشکل چپ ما در حال حاضر با یه عده محدودی که حالا دوباره یاد جبهه واحد افتادن و جبهه واحد ضد جمهوری اسلامی میخوام تشکیل کنم، ولی از اون محدود بگذاریم، ما مواجهیم با کسانی که عملا اصلا تو این مراحل نیستن، منکر امپریالیسمن. کسی اگر ایالات متحده یا بریتانیا رو یا کشورهای اروپایی رو به عنوان دشمنان اصلی در منطقه مطرح بکنه، متهم میکنن که پس لابد از جمهوری اسلامی میخوای دفاع بکنی و کم نیستند این نیروها. و ما وارد مرحله خیلی خاصی از تاریخ منطقه داریم میشیم، به همین دلیل مسئله امپریالیسم خیلی مهمه. در این چند هفته من فکر نمی کنم برای کسی که یک ذره شعور سیاسی داشته باشه یا بینشی داشته باشه شکی پیش آمده باشه بر اینی که قدرت ایالات متحده در سطح جهان، در سطح رسانه ها، در سطح روزنامه ها، در سطح کشورها برای حمایت بیدریق از متحدش اسرائیل در برابر کشتاری که حتما چیزی جز نسل کشی نمیشه نامش رو گذاشت، ما رو با چه وضعی روبرو کرده. شما تصور کنید که ما سال گذشته به درستی شکایت میکردیم از اینی که جمهوری اسلامی چند نفر رو هر هفته به طور مستمر داره در اعتراض های سیاسی میکشه. ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم که هر روز صدها نفر فلسطینی شهروند عادی دارن به قتل میرسن در غزه، و مطرح کردن این الان غیرقانونیه در خیلی کشورها. مطرح کردن این مسئله، مطرح کردن اینی که این نسل کشی غیرقانونیه و ایالات متحده کشور امپریالیستی است که در دوره حکومت به اصطلاح حزب دموکرات امروز تصویب کرده که اگه شما بگید صهیونیسم برابر با، اگر بر علیه صهیونیسم صحبت کنید، این برابر با یهودی ستیزی و در نتیجه میتونید کارتون از دست بدید، میتونید لابد میتونید دستگیر بشید. نمیدونم عواقبش چیه ولی واضحه که چی میگه. و اینجا به رغم سر و صداهای کوتاه برخی
رهبران کشورها از جمله مکرون که من یکی تعجب کردم که میگه خب جنگ با حماس یعنی چی 10 سال میخوای بجنگی، ولی به رغم اعتراض های اینور و اونور بعضی از متحدانش آب از آب تکان نمیخوره. سازمان ملل بیش از 140 کشور رأی میدن که باید آتش بس بشه، ایالات متحده و متحدینش میتونن جلوی این رو بگیرن. ما وارد دوران چند قطبی نشدیم دوستان، خودتون رو گول نزنید، ما دوره چند قطبی اگه بود این فجایع الان در غزه اتفاق نمی افتاد. ما اورینتالیست نیستیم وقتی میگیم ایالات متحده کشور عمده نظام سرمایه داری. البته که چین بهتر از ایالات متحده نیست، ولی در حال حاضر سازمان ملل حرف چین رو گوش نمی کند. در حال حاضر قدرت هژمون از نظر قدرت پولی دلار، نقش دلار در اقتصاد جهان، از نظر قدرت نظامی نیروی دریایی نیروی هوایی، هژمون اصلی نظام سرمایه همچنان ایالات متحده است. از نظر نیروی اتمی دولت هژمون جهان کنونی ایالات متحده است. پس خودتون رو گول نزنید که خیلی شیک شدید دیگه از امپریالیسم صحبت نمی کنید، فقط راجع به اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی دارید صحبت می کنید. یا مشکلتون اینه که وابستگی اقتصادیتون شما رو به این ورشکستگی سیاسی انداخته، یا آنچنان راست شدید، آنچنان سوسیال دموکرات شدید که متوجه نیستید در حال حاضر از خیلی از افراد که خودشون رو خط وسط سیاسی در سطح اروپا یا ایالات متحده میدونن راست تر شدید، و اون وقت نیاید به من نوعی بگید چرا چپ جهانی از ما دفاع نمی. خیلی ممنون.